یک مقداری روش فکر میکنیم. یکی این که چرا تورم داریم؟ چرا مرتب تورم در حال افزایشه در برخی کشورها؟ چرا در بقیه کشورها تورم صفره؟ میگن که تورم پدیده پولیه. چرا در ایران پدیده پولیه؟ هر چقدر پول چاپ میشه تبدیل به تورم میشه. در آمریکا هر چقدر پول چاپ میشه تبدیل به تورم نمیشه. در ژاپن همین پولی که چاپ میشه تبدیل به تورم نمیشه. اینا سوالات بزرگیه، باید جواب بدیم. و البته برخی از اینها در سطح عالی باید پاسخش داده بشه. اما مسئله تورم مسئله جدیه، در حداقل در کشور ما، که اگر ما بهش پاسخ بدیم، اگر پیشبینی خوبی از تورم داشته باشیم، اون وقت ممکنه سایر متغیرهای اقتصادی هم بتونیم توضیح بدیم، بتونیم بازار مسکن رو هم تحلیل کنیم، بازار بورس رو هم تحلیل کنیم، بازار اشتغال رو هم تحلیل کنیم، بیکاری رو هم تحلیل کنیم، حتی مثلا بازار سایر دارایی ها مثلا کریپتوکارنسی رو بتونیم تحلیل کنیم. چرا الان بیت کوین رفته یه دفعه از مثلا یه چیز حدود 10,000 دلار یه دفعه رفته رو 40,000 دلار قرار گرفته؟ بعضی صحبت از 100,000 دلار میکنند. چرا دفعه قبل که بیت کوین بالا رفت به 20,000 دلار رسید، بعدش سقوط کرد، کاش پیدا کرد به 5,000 دلار رسید؟ اقتصاد کلان خیلی میتونه به ما کمک کنه که دید بهتری داشته باشیم. مسئله بعدی این که چطور در برخی از کشورهای پیشرفته بیکاری بالاست؟ چرا میلیون ها نفر بیکار هستند؟ چرا اینا کار پیدا نمی کنند؟ چرا در کشور ما بیکاری اونقدر بالا نیست؟ نرخ بیکاری مثلا حدود 10%، ولی وقتی ما از مردم میپرسیم خیلی نگرانی وجود داره، سطح بیکاری خیلی بالاست، جوونا بیکار هستند. آیا اشکالی در آمار هست؟ خلاصه چگونه داریم بیکاری رو میسنجیم؟ در علم اقتصاد چگونه بیکاری رو میسنجن؟ که ما از اعداد نمیتونیم به واقعیت برسیم در زمینه بیکاری. بعضی وقتا اقتصاد در حال رونقه، وضعیت اقتصادی خوبه، اقتصاد داره رشد میکنه، اونهایی که کار دارن پولدار میشن، همزمان شما ببینید بیکاری هم داره افزایش پیدا میکنه. دلیلش چیه؟ این تناقض ها رو باید بتونیم توضیح بدیم در علم اقتصاد کلان. علم اقتصاد کلان اتفاقا میتونه توضیح بده این مسائل رو که به نظر شما میرسه که تناقض باشه. چه عواملی باعث رکود اقتصادی میشه؟ رکود اقتصادی خیلی دردناکه. رکود اقتصادی که مثلا در 1929 در آمریکا به وجود آمد تحت عنوان رکود بزرگ یا Great Depression شناخته میشد. چی شد؟ چرا نتونستن جلوشو بگیرن؟ چرا میلیون ها نفر بیکار شدن؟ انقدر من خاطرم هست بعد نوجوان بودم کتابی رو میخوندم در مورد تاریخ اقتصادی دنیا، عکسی انداخته بود که یک صفی بود، این صف میرفت تا افق کار میکرد، بعد میرسید به یک چهارراه، ادامه صف بعد از چهارراه ادامه داشت تا جایی که عکس دیده میشد فرد وایساده بودن. اینا منتظر بودن که یک قرص نان دریافت کنند، تنها و تنها یک قرص نان دریافت کنند. دقیق بفرمید ببینید که چه وضعی ممکنه که رکود به وجود بیاره. یا رکود سال 2008 در آمریکا کل دنیا رو متاثر کرد. چرا رکود به وجود میاد؟ چرا همیشه ما در رونق نیستیم؟ آیا نمیتونیم این رکودها رو ملایم تر بکنیم، اثراتشون رو بتونیم یه مقدار کنترل بکنیم که وضعیت اقتصاد دنیا بهتر بشه، فقر حداقل اینکه فقر خیلی افزایش پیدا نکنه؟ ما نمیتونیم آیا جلوی فقر رو بگیریم؟ نمیتونیم جلوی نابرابری رو بگیریم؟ آیا سیاستهایی که برای مقابله با نابرابری داریم خودشون به افزایش نابرابری نمی انجامد؟ مگر نبودیم در یک کشور خاص که این کشور خاص اومده ارزش رو در نرخ 4.200 تثبیت کرده، نفر دوم دولت اون کشور اومده اعلام کرده که از فردا ارز فقط 4.200 است و هر کسی غیر از این بخواد بخره و بفروشه با اشد مجازات مواجه میشه؟ و بعد میبینید که اصلا یک روزم این دستور و این عتاب و این داغ و درفش یک روزم پاورجا نمیمونه. بعد میبینیم این 4.200 قرار بوده به اقشار محروم و مستضعف برسه، برعکس به غنی ترین اغنیا کشور رسیده، به افرادی که از همه بیشتر برخوردار بودن رسیده. این چگونه ممکنه؟ چرا ما سیاستایی که ضد فقر معمولا اجرا میکنیم و از نظر شهودی درست هستن در واقعیت به فاجعه میانجامند، اقتصاد رو به منجلاب میبرند؟ من اینطور خدمت شما عرض کنم که در علم اقتصاد کلان هر وقت که شما بدون آگاهی، بدون که کتاب خونده باشید، هر تحلیلی در زمینه تورم، در زمینه بیکاری، در زمینه رکود و رونق، هر تحلیلی که به ذهنتون رسید روی ورق بنویسید،
و اگر چند مورد تحلیل دارید چند مورد تحلیل رو بنویسید. اون مورد اول که اول به ذهنتون رسیده و از همه ملموس تر هست و از همه شهودی تر هست، اول اون رو خط بکشید. اون معمولا اشتباهه. این که شما تصور بفرمایید که نرخ، اگر نرخ ارز رو تثبیت کردید بتوانید نرخ ارز در بازار آزاد رو کنترل کنید و تورم رو کنترل کنید، این رو اول بار در دهه 1350 شاه و هویدا به این نتایج رسیده بودند. سعی میکردن قیمت ارز رو کنترل کنن، سعی میکردن قیمت کالاها رو کنترل کنن، همون زمان هم داغ و درفشی رو نشون دادن، ساواکی بود بالاخره، ولی به هیچ نتیجه نرسید، نه به هیچ وجه نتونستن تورم رو کنترل کنن. اما درس نگرفتن، انقلاب شد، بعد از انقلاب همون سیاست های هویدا تا امروز ادامه پیدا کرده. هر بار ما قیمت ارز رو کنترل کردیم، قیمت ارز بیشتر افزایش پیدا کرده. وقتی از اساتید اقتصاد دانشگاه علامه دانشگاه تهران میپرسید که مشکل چیه، میگن ما خوب کنترل نکردیم. خب اگر خوب کنترل نکردید که کاری نداره، به جای اینکه ارز 4200 داشته باشید، قیمت ارز رو برسونید 1000 تومان، قیمت ارز رو برسونید 100 تومان، قیمت ارز رو برسونید 10 تومان، قیمت ارز رو برسونید 1 تومان. اگر که کاهش قیمت ارز دولتی باعث میشه که نرخ تورم کاهش پیدا کنه، باعث میشه که نرخ ارز بازار آزاد کاهش پیدا کنه، خب اینو برسونید به صفر و از این طریق هم جلوی تورم رو بگیرید، هم قیمت ارز بازار آزاد رو به شدت کاهش بدید در این شرایط تحریمی، و هم یک جایزه نوبل دریافت کنید. برادر عزیز، شما بالاخره یک جایزه نوبلی برای شما گذاشتن، هیچ کس واقعا هر هیچ اقتصاددان برجسته‌ای در دنیا یک چنین ادعاهایی نکرده. خب این اساتیدی که این مسائل رو می‌فرمایند فول پروفسور هستند در دانشگاه‌های ایران و من هیچ ابایی ندارم، هیچ ابایی ندارم که علم این عزیزان رو به چالش بکشم و این کار رو در این کلاس به امید خدا خواهم کرد. بسیار. پس سوالات مهمی رو ما می‌خوایم در این دوره پاسخ بدهیم. خب سوال دیگه، کسری بودجه مخصوصا همین امروز، همین روزها در مجلس داره مطرح میشه، کسری بودجه چقدره؟ اصلا کسری بودجه تعریفش چیه؟ آیا درست داره مطرح میشه؟ اگر شما نفت رو فروختید به بهانه فروش نفت، پایه پولی ایجاد کرد بانک مرکزی، پول چاپ کردید تو جامعه، آیا اون پولی که چاپ شده به بهانه فروش نفت اون کسری بودجه نیست؟ اگه کسری بودجه هست خیلی وضعمون بدتر از اینه که در ظاهر میدیدیم و وضعیت امروزمون تفاوتی نکرده با 2 سال پیش و 5 سال پیش و 10 سال پیش و 15 سال پیش و 30 سال پیش. ما یک در واقع کسری بودجهمون رو همیشه سعی کردیم به بهانه درآمد نفتی سعی کردیم کسری بودجه رو بپوشونیم. اینها مطالب مهم و زیادی هست که ما خدمت شما ارائه داده خواهیم داد. کسری بودجه چه تأثیری بر اقتصاد داره؟ برخی از اقتصاددانا الان، خیلی از اقتصاددانان نئوکلاسیک به شدت مخالف کسری بودجه هستن، طرفدار بودجه متوازن هستن. خب ما همین سیاست رو داشتیم سال 92 تا 97. دانشگاه برتر کشور، اساتید برجسته دانشگاه اول کشور از نظر صنعتی، این دانشگاه اعلام کردن شما بودجه رو متوازن کن، کسری بودجه رو کاهش بده، اقتصاد به رونق میرسه، اقتصاد شکوفا میشه، اقتصاد پیشرفت میکنه. سال 92 شد، اتفاقا اول هم موثر بود. روند تورمی که ایران و ونزوئلا با هم دیگه شروع کردن از سال 92 و 93، ایران راه خودش از ونزوئلا جدا کرد. اما اتفاقی که بعدش افتاد این بود که ما تورم رو کنترل کردیم، دچار بیماری بهتر از تورم شدیم، دچار بیماری رکود شدیم. رکود خیلی توانست ضرر بزنه به ما متاسفانه. رکود باعث شد که بسیاری از کارها از بین بره، فقر افزایش پیدا کنه، نابرابری افزایش پیدا کنه، اشتغال از بین بره، بیکاری افزایش پیدا کنه. و مسئله اصلی این هست که اتفاقا در کنترل تورم هم موفق نبود. یعنی از 92 تا 97 شما به مدت 5 سال حدودا 4 سال تورم رو کنترل میکنید. نرخ تورم مصرف کننده رو ما توضیح میدیم، تورم مصرف کننده چیست، تورم تولید کننده چیست. نرخ تورم مصرف کننده رو میاری 8%، نرخ تورم تولید کننده رو در برخی از ماه‌ها به صورت نقطه به نقطه منفی میشود و صفر میشود و پس از اون هست که یک انفجار تورمی صورت میگیره. قیمت مسکن چنان بالا میرود که در طول تاریخ اقتصاد ایران سابقه نداشته است. قیمت‌ها، سطح قیمت‌ها چنان افزایش پیدا میکنه که در طول تاریخ اقتصاد ایران سابقه نداشته است. از اون طرف خب میبینید که ناگهان این نقدینگی وارد بازار بورس می شود، رشد بازار بورس بی‌نظیر در ایران و در جهان می شود. خب اینها رو ما باید پاسخ بدیم که تأثیر کسری بودجه بر اقتصاد چگونه است. آیا اگر بودجه متوازن داشتی تورم حل شد، مشکل حل میشه؟
دروازه تمدن بزرگ به روی شما گشوده میشه، به دستاورد تورمی میرسید، یا نه اینها ساده لوحیه. اتفاقا برای تحلیل اقتصاد کلان ما بیش از این دو کتاب احتیاج نداریم. بله اقتصاد علم پیچیده است، ولی علم البته از نظر ریاضی علم بسیار پیچیده است، ولی از نظر تحلیل علم بسیار پیچیده نیست. علم پیچیده است که شما می توانید بیاموزید، می توانید یاد بگیرید. برای این هست که پاشنه ثابت دروس MBA در دنیا حتما اقتصاد کلان هم هست، و برای این هست که من وقتی که دارم این درس رو انتخاب کردم که خدمت شما ارائه بدهم، تقریبا مطمئن بودم دوستانی که تا آخر کلاس با ما باشند احتمالا از نتیجه کار خیلی راضی خواهند بود، هرچند نباید عجله بکنید چون مفاهیم زیادی رو قرار هست که انشاءالله خدمت شما ارائه بدهیم. چرا ایالات متحده چنین کسری تجاری بزرگی دارد؟ حالا مثلا کشورهایی داریم کسری تجاری دارن، کشورهایی داریم مازاد تجاری دارن. اینها رو باید مشخص کنیم که چه کشورهایی کسری تجاری دارن، چه کشورهایی مازاد تجاری دارن. اینها باید بررسی بشه بسیار، و ببینیم که چگونه هست، و ببینیم که آیا مثلا در وضعیتی که چین داره و ایالات متحده داره کدوم برنده شدند؟ آیا برنده بازی که یک طرف کسری تجاری خیلی شدید داره، طرف دیگه مازاد تجاری خیلی شدید داره، آیا امریکا بود یا چین بوده از تا امروز؟ چرا بسیاری از کشورها در فقر به سر میبرند؟ چطور هست در جنوب آفریقا اصلا کشورها از فقر به در نمیان؟ در افغانستان کشور از فقر راحت نشده، خارج نشده. در کشور ما تعداد بسیار زیادی از نواحی کشور در فقر دائمی دارن به سر میبرن. چرا چنین هست؟ اینها رو بررسی خواهیم کرد. چه سیاستهایی ممکن است به آنها کمک کند تا از فقر خارج شوند؟ اتفاقا علم مثلا اقتصاد رشد خیلی این مسائل رو مد نظر قرار میده. از نظر رشد اقتصادی علم دیولپمنت یا اقتصاد توسعه به مسئله فقر، به مسئله نابرابری توجه ویژه دارد.